محسن آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک از ترکیه. خوش آمدید آقای آقایی. خب همونطور که در خبرها داشتیم، دور دوم تهاجم نظامی روسیه به اوکراین از امروز آغاز شده. به ما بفرمایید آیا استراتژی نظامی روسیه در این دور از حملات تغییر کرده؟ ببینید، استراتژی اولیه پوتین برای جنگ حمله به این کشور از 4 جبهه مختلف بود، یعنی جبهه کیف و خارکیف هر دو در شمال، جبهه دونباس در شرق و جبهه کریمه در جنوب. روس‌ها تصور میکردن که با یک حمله رادوسا در جبهه‌های مختلف میتونن ارتش اوکراین رو تسلیم بکنن، کیف رو تصرف بکنن و زلنسکی مجبور بشه که کنارگیری بکنه. ولی وقتی که یک ماه گذشت، زمانی که روس‌ها مقاومت مردم و نیروهای نظامی اوکراین رو دیدن، زمانی که دچار مشکلات لوجستیکی جدی شدن و زمانی که نیروهای زیادی رو از جمله ژنرال‌های ارتش رو از دست دادن، روس‌ها در واقع دست به یک تغییر رویه زدن، نیروهاشون رو از اون جبهه شمال عقب روندن و الان تمرکز راهواری خودشون رو به منطقه شرق اوکراین، یعنی منطقه دونباس، معطوف کردن. این دور دوم تهاجم نظامی روسیه هم در راستای همین تغییر رویه یا تغییر استراتژی روسیه انجام میشه، تغییر استراتژی که بعد از انتصاب ژنرال الکساندر دوورنیکوف به عنوان فرمانده ارشد نیروهای روسیه در اوکراین شتاب بیشتری گرفته. به نظرم برنامه روسیه این استش که منطقه دونباس، یعنی اون مناطق باقی مونده در استانهای لوهانسک و دونسک که هنوز تحت کنترل روسیه نیست رو بتونن تصرف بکنن، همزمان شهر بندری راهبردی ماریوپول رو هم بتونن تصرف بکنن. البته کار ساده ای نیستش، ولی این دو رو اگه انجام بدن در روز 9 می، یعنی روزی که اون رژه های نظامی روسا برگزار میشه به مناسبت سالروز پیروزی اتحاد جماهیر شوروی بر آلمان نازی، اونجا پوتین احتمالاً اعلام پیروزی بکنه که این استراتژی دومش نتیجه داده. در خبرها داشتیم که شهر کریمینا به تصرف نیروهای روسیه در اومده. تصرف این شهر به لحاظ استراتژیک چه اهمیتی داره؟ اگر به نقشه اوکراین نگاه بکنید، میبینید که کریمینا که حدوداً 20,000 نفر جمعیت داشته قبل از شروع جنگ، در 50 کیلومتری شمال شرق شهر بزرگتری به نام کراماتورسک قرار داره. به نظر میرسه که کریمینا یک هدف راهبردی برای روسیه هستش. چرا؟ چون از طریق این شهر، یعنی پیشروی در این شهر، این شانس رو دارن روسا که بتونن در واقع به عمق دفاعی اوکراین یورش ببرن و به اصطلاح یک جبهه جدید باز بکنن. از کریمینا و یک شهر مجاور اون به نام روبیژنا در شرق اوکراین، به نظر میاد که روسا میتونن به سمت اسلوویانسک و کراماتورسک پیشروی بکنن. اتصال در واقع جاده اسلوویانسک و ایزیوم اونجا میتونن بهش دسترسی پیدا بکنن. البته کار راحتی نیستش، به احتمال، یعنی نیروهای نظامی اوکراین به شدت دارن مقاومت میکنن، ولی اگر بتونه در واقع روسیه در واقع پیشروی بکنه، به احتمال زیاد در واقع میتونه که نیروهای اوکراینی رو در اون منطقه دونباس محبوس بکنه، حداقل بتونه به یک دستاورد نسبی دست پیدا بکنه. گفته میشه که روسیه به دنبال الحاق بخشی از اوکراین به خاک خودش هست. در این صورت اگر این اتفاق بیفته، واکنش جامعه جهانی چه خواهد بود؟ خب همینطور که ما میدونیم، فوریه بود که پوتین طی حکمی استقلال مناطق، حالا میشه گفت جمهوری های خودخوانده لوهانسک و دونتسک رو به رسمیت شناخت، الحاق نکرد مثل کریمه که در سال 2014 زمینه خاک روسیه شد. ولی خب روسا گفتن، یعنی از دولت اوکراین به عنوان بخشی از اون مذاکراتی که حالا انجام شده و الان به بن‌بست خورده، گفتن به دولت اوکراین که باید اوکراینیا کریمه رو بخشی از خاک روسیه در واقع قلمداد بکنن و به رسمیت بشناسن. استقلال مناطق لوهانسک و دونتسک، اون جمهوری خودخوانده رو هم باید اوکراینیا به رسمیت بشناسن. اگر ما بریم به سمت دوباره احیای مذاکره، یعنی حداقل روسیه یک انعطاف نشون بده بعد از اینکه مثلا در جبهه شرق به یک دستاوردی رسید، اون موقع ممکنه که روسا با اوکراین بشینن در مورد وضعیت دونباس و همون کریمه بتونن مذاکره بکنن. ولی بعید به نظر میرسه که پوتین تا الان بخواد امتیازی بده. اگر اینطور نشه و در واقع به لحاظ نظامی بخواد روسیه اقدام بکنه، به نظرم واکنش‌های غرب بسیار شدید خواهد بود، تحریم‌های بیشتری روی روسیه وضع خواهد شد. حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک از ترکیه، بسیار سپاسگزارم از شرکت شما در برنامه.